در شرایط امروزه یکی از راه‌های افزایش بلند برداشتن سطح اقتصادی اجتماعی منطقه های کوهستان تاجیکستان رشد سمرانوک ساحه سیاحی محسوب می‌یابد. ساحه سیاحی امروزه از جمله ساحه‌های بسرعت انکشاف یابنده اقتصادات جهانی به شمار می‌رود. موافق معلومات متخصصان در عین حال سیاحی بعد از صنعت کارکرد نفت و تکنیکای کامپیوتری در اقتصادات جهانی جای سوم را اشغال میکند. ما از بشرافت رشد سمرانوک ساحه سیاحی بسیار ممالک کوهستان به مانند هندوستان، نپال، بوتان، ترکیه، اینچنین یک قطار ممالک عرب، اروپا و امریکا با سرعت ترقی کرده، از درآمد ساحه سیاحی جهت رشد اقتصادی اجتماعی سمرانوک استفاده میبرند. در 40 مملکت جهان سیاحی سرچشمه اساسی بودجه به حساب رفته، در 70 مملکت جهان باشد یکی از 3 منبع اساسی بودجه دولت به حساب می‌رود. از این رو مشکلات تأسیس دادن شکل‌ها و اصول‌های نوی خواجگی‌داری در فعالیت سیاحی، تکمیل دادن سیستم‌های فراغت و سیاحی همچون یکی از مکانیزم‌های تکرار استثماری و تبلیغات ارزش‌های طبیعی اکولوژی و مدنی تاریخی منطقه‌های کوهستان تاجیکستان از جمله مشکلات اکتوالی رشد اقتصادی اجتماعی محسوب می‌شود. سیاحی حاضر زمان دارای ساحه‌های زیادی می‌باشد و شماره آنها سال از سال وابسته از طلبات اهالی افزوده شده است. در بین ساحه‌های سرشماری سیاحی، ساحه نو و افزایش‌یافته آن، سیاحی اکولوژی یا خود اکوتوریسم سال‌های اخیر را به ترقی نهاده است. با نظر داشت اهمیت خاصه این ساحه، سال‌های اخیر در جمهوری مرکزهای نوی سیاحی ساخته شده و رشد یافته شدند. مرکزهای کهنه تجدید و برقرار شد. شماره حدودهای محافظت شونده طبیعت از قبیل ممنوعه‌ها، پرورشگاه‌ها، پارک‌های ملی جالب و دیدنی سال از سال زیاد شده شدند. چون که شماره سیاحانی که به تماشای چنین جایهای کسنورس و عجایبات طبیعت توجه دارند با سرعت می افزاید. منطقه های کوهستان تاجیکستان دارای نیروی بوی سیاحی بوده، قسمی جدا نشونده روند جهانی سیاحی به شمار می روند و نسبت به دیگر منطقه های کوهی آسیای مرکزی این حدود با مقصد سیاحی کمتر استفاده شده است. امروز وابسته به بایگری و گوناگونی ذخیره های اکوتوریستی، منطقه های کوهستان تاجیکستان از جمله منطقه های آینده‌دار آسیای مرکزی به شمار می روند. جالب توجه قرار گرفتن طبیعت منطقه های کوهستان تاجیکستان در آن است که در اینجا کوههای سر به افلاک، پیرخ های بزرگ، نباتات و حیوانات، آبهای مینرالی و سنوب و گرم، هیکل های تاریخی مدنی، لندشافت های کوهی و کوهی و جنگلی، حدودهای به همتای مخصوص محافظت شونده طبیعی کوهی و غیره موجودند. خود مفهوم کلمه سیاحی مرکب است. از دوره های قدیم آدمان سیاحت میکردند، لیکن چون سیاحت به مقصد حیات اشتراک کنندگان، وقت و جای آن، نمدرجه، خاراکتر، دوامیت سیاحت و غیره وابستگی دارد. ما از سیاحت همچون اساس برای تأسیس یافتن چون نمود فعالیت انسانی و مثل سیاحی اکولوژی گردید. سیاحی همچون ظهورات اجتماعی، اقتصادی و مدنی عمری نانقدر زیاد دارد. پیدایش آن به دوره صناعتی حیات انسان وابستگی داشته. در طول این دوره با وجود ترقیات اقتصادیات هم از لحاظ صفتی و هم مقدار خیلی رشد یافته است. در عین زمان سیاحی اکولوژی اگرچه جزئی مهمی سیاحی به شمار رود هم، لیکن آن جزئی یگانه سیاحی نیست. در مدت طولانی سیاحی همچون سیاحت کوتاه مدت آدمان از جایهای دائمی زیستشان با مقصد از خودکنی کسب و کار، تندرستی، ورزشی، دینی و دیگر مقصدها به فعالیت از طرف مملکت میزبان مبلغ گذاری کرده شده فهمیده می شود. همین طریق فهمش معنی سیاحی اکولوژی را چنین نامبر کردن ممکن است. اکا سیاحی نمودی مخصوص فعالیت سیاحی می باشد که آن با قانع نمودن طلبات سیاحی عاید از خودکنی طبیعت و گذاشتن سهم خود در حفظ نظام اکولوژی با احترام حتمی مقصدها، رعایت قاعده و عرف و عادات های خلق های محلی روانه شده است.
در بین مشکلاتی که در نزد اکسایوهی قرار دارند، یک از مهمترینشان مشکلات خدمت رسانی و مهمان نوازی به شمار می رود. دایره کسب و کاری که برای اکسایوهی خاص است نهایت وسیع می باشد. از این لحاظ هر کسی که در ساحه اکاتوریسم کار و فعالیت کردن می خواهد، باید که دارای چنین صفات های نازک با مانند صبوری و تحمل پذیری، خوشمعاملگی، خیرخواهی، با اعتمادی و تاب‌آوری باشد. در اکثریت کسب و کارهایی که به اکوسایوهی وابستگی دارند، دانستن زبانهای خارجی نهایت مهم است. در اکوسایوهی بین الخلقی عملیات صفتناک خدمت رسانی سیاحان یکی از مشکلات های روزمره به شمار می رود. در بازار بین الخلقی سیاحی صفت خدمت رسانی و مدنیت خدمت رسانی از همه اصلیهای پرقوت در مبارزه رقابتناک به حساب می رود و در عموم مقصد اساسی شرکت های سیاحی اکولوژی این قناعتمند نمودن طلبات میزاجان می باشد.